اینو دیدی؟ بزن بریم یادش بگیریم. انیمیشن کات‌آوت از اولی که فیلمای انیمیشن وجود داشته بوده که در فیلمای بلند، کوتاه و تلویزیون دیده میشه. الان یه مدته که تولیدات تجاری مثل ساوث پارک به سراغ انیمیشن‌های کات‌آوت رفتن، ولی در واقع اونا توی کامپیوتر انجام میشه. انتخاب خوبیه که تصمیم بگیری که این نقاشی‌ها رو دستی بکشی و بعد توی افتر افکت انیمیشنشون کنی. اما برای این آموزش میخوام از روش‌های قدیمی استفاده کنم و با دوربین عکس بگیرم. پس شما هم میتونین با یه سری چیزای دست‌ساز و یه گوشی انیمیشن بسازین. ابتدا شخصیت‌ها و لوازم جانبی که می‌خواین رو به طور کامل طراحی کنین و اندازش رو همون طوری که می‌خواین توی ورژن نهایی باشه تنظیم کنین. پس می‌تونین به عنوان تمپلیت ازش استفاده کنین. بعد هر قسمت رو جداگانه بکشین. سرها، دست‌ها و پاها. همچنین زاویه‌های مختلف کاراکتر، مثلا از روبرو، از بغل و سرخ هم بکشین. پس کاراکترتون می‌تونه بیشتر بچرخه. میتونین توی فتوشاپ چیزایی رو که میخواین بسازین یا حداقل رنگشون کنین. ولی من دوباره فقط برای اینکه سرگرم کننده باشه از روش قدیمی استفاده میکنم. قسمت‌های بدن رو هم با یه سیم آرمیچر آلومینیومی بست کنین. بقیه مدل‌های سیم مثل فولاد یا مس برای انیمیت کردن سخته، چون به اندازه کافی قوی نیست و ممکنه موقع انیمیت کردن از هم جدا بشن یا چروک بشه. سیم باید به خوبی روی کاغذ محکم بشه. من از قطر 1.2 استفاده کردم. اگه دارین از چسب استفاده می‌کنین، به صورت توده‌ای ازش استفاده نکنین. کاراکتر باید تخت باشه. مشخصات صورت باید جداگانه باشه تا با انیمیشن جایگذاری انیمیت بشه. این چشم‌ها با پانچ ساخته شدن. برای ستاپ هم قاب عکس شیشه این رو چند سانت بالاتر از بک‌گراند میذارم تا دوتا کارکتر و بک‌گراند جداگونه بدون اینکه یکی دیگر رو حرکت بده انیمیت بشن. قسمت سخت کار اینه که نذاریم روی بک‌گراند سایه بیفته، پس خیلی وقتتون رو میگیره که همه چی درست پیش بره. من از DSLR و Dragon Frame استفاده کردم، ولی یه گوشی با برنامه مناسبم کار میده. انیمیشن دقیقا مثل عروسک های استاموشن ساخته شد. اجازه بدین شخصیت ها به اندازه کافی در موقعیتشون قرار بگیرن تا بشه احساسات و منظورشون رو درک کرد. بعد فریم به فریم با اصول پیشبینی و راحتی حرکتشون بدین و کار رو دنبال کنین. انتقال از زاویه روبرو به سرخ توی حرکات بزرگ باشه، پس یهو تغییرشون ندین. مشخصات چهره از چسب قابل جابجایی استفاده کنین که میتونین آنلاین بخرینش. برای اینکه کاراکتر به جلو بیاد، من بک‌گراند رو در یک فریم در یک زمان سر دادم. خب انیمیشن کات‌آوت راهیه برای گفتن داستانایی که شاید برای منابع استاموشن خیلی بزرگ باشه، اما هنوزم زیبایی یک کتاب داستان جذاب رو داره. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کنه که این متد رو شروع کنید. ممنون که نگاه کردید.